من چون گل ها می خندم، گل من رفتی به کجا، کردی دل خون تو مرا، چو شوی از من تو جدا، من می میرم به خدا در پایت، جان بدم از قهرت نگیزم. سینه خانم مرضیه نشد. این آریه که سمبل سازمان و تاریخچه اون حنیف هست، مسعود برای شما به عنوان یادگاری تقدیم کرده. مبارک است. خیلی خیلی متشکرم. فکر میکنم امشب زیباترین شبی بود که برای همه ما، از خودم میگم تا تک تک بچه‌هایی که اینجا بودن، داشتیم. علت اصلی اونم این بود که فکر میکنم امشب شب جدی پیوند هنر واقعی ایران با مقاومت مردمی ایران بوده. جای مسعود خالی و جای تک تک رزمندگان ارتش آزادی بخش و جای همه دوستداران مقاومت در سراسر دنیا. صدای شما، خودتون گفتین که نزدیک 50 ساله حرف دل مردم ایرانو میزنه. اما مردمی که دل سوختن صداشون به هیچ جا نمیرسه. سالهاست که دارن مقاومت میکنن، شهید میدن، شکنجه میشن و اسیر میشن. و مقاومتی با ابعاد و ابهت و البته عرض و طوله. این مقاومت یعنی شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش وجود داره. ولی فکر میکنم به طور واقعی یک کمبود و حفره داشته. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا. به هر حال من خیلی خوشحالم که مقاومت ایران گمشده خودش رو پیدا کرده. دقیقا دارم در زمینه هنر و هنرمند به طور اخص میگم، چون فکر میکنم این مقاومت حقش بود که تکبانوی هنر ایران رو در کنار خودش داشته باشه و این مقاومت به اوج میشه. و واقعا فکر میکنم که باز بیدلیل نیست که تکبانوی هنر ایران، ستاره‌ای که در آسمان هنر ایران می‌درخشه، یک زنه، اونم در رژیم خودمون. رژیمی که ستم مضاعف رو بر زن و از جمله بر ایشون روا داشته. ایشون هم زن بودن و هم هنرمند. 15 ساله اجازه نداده بخونن. صدای زیبای ایشون که در واقع صدای هر ایرانیه، در مخفیگاه ها نگه داشته شده و نگذاشته که به گوش کسی برسه. بنابراین فکر میکنم اصلا بیمعنی نیست که مقاومت ایران که پیشاپیش و پیشتاز جنگ با رژیم مستبد آخوندیه، در زمینه هنر هم یک زن رو بر تارک خودش مینشونه و در کنار خودش داره و این خیلی مبارک و میمونه. اجازه بدین من فکر میکنم که صدای خانم مرضیه صدای همه دلهای ایرانی هست. فکر میکنم که ما همه آموختیم که بگردیم دنبال بهترین ها و چه خوب که بهترین صدا رو پیدا کردیم برای اینکه بیان دل همه ما رو بکنه. ما رو اسیر کردین خانم. اجازه بدین بگم که خوشا به حال هنرمندان ایران که
ایشون به نظر من روسفیدشون کرد، چون واقعیت اینه که هنر ایران، هنرمندان ایران و تمدن ایران واقعیتش اینه که خیلی زیقیمتر، با سابقه تر و طولانی تر از این بود که در مقاومت ایران جا نداشته باشن و حقشون بود. و اونطور که شنیدم بیش از 1000 آهنگ و تصنیفی که شما خوندی همش، ولی فکر میکنم که اونچه که جاش خالیه 1000 تا برای شما قربان شما فکر میکنم که چون اصطلاح دیگه ای ندارم مجبورم به کار ببرم، ام کلثوم ایران یعنی مادر همه هنرمندان و هنر ایران، خانم مرضی عزیز. باید که پیشاپیش فکر میکنم اون صحنه یه که به طور واقعی پیشاپیش میتونه شکافنده جبهه خمینی و خمینی صفتان باشه. بنابراین چنین جایی خالی بود، مبارک بر من و بر همه شما، بر همه رزمندگان ارتش آزادی بخش و بر این مقاومت حضور ایشون. امیدوارم که حرفهای دل من و شما رو که زیاده ولی هیچ وقت نمیتونیم مثل ایشون بیان کنیم، ایشون بیان کننده اون باشن در هر جای دنیا برای سرنگونی و برای پیروزی در میدان آزادی. دیدار شما برام خلاصه وجوه مختلف داشته. خوشحالیم از زنی که 50 ساله عمرشو به همه زندگیشو به شهامت تمام شجاعت عمرش که 70 ساله قول بود پنجه سال عمر خوندنم. بله بله دقیقا منظورم همینه. بله بله یعنی کارتون رو و همه سرمایه زندگیتون رو صرف به اصطلاح یک امر ملی کردیم. این تو جامعه ما به خصوص تو زنها خیلی کرد. این یه وجهش این که میگم وجوه مختلف داره. از طرف دیگه باز شما کسی بودید که در دو رژیم علارغم همه ابتلاعاتی که سر راتون وجود داشت ولی تونستین همه اونها رو کنار بزنین و با شهامت تمام، با صلابت تمام، با تحور تمام همه این موانع رو کنار بزنید، اونجا به خودتون میتونید عرضه کنید. فکر میکنم همه خیلی خوب میدونم دو رژیم گذشته چه شاه چه شیخ چنین اجازه ای به کسی نمیداده، اونم به خصوص به یک زن. باز من فکر میکردم که این روزا فکر میکردم یک اصطلاح عامیانه هست میگن خدا شیشه رو بغل سنگ حفظ میکنه. داشتم فکر میکنم شما این 15 سال به طور اخص چگونه حفظ شدید در کنار اون سنگ به سیاهی به اصطلاح دستگاه خمینی و همه اینا. من که فقط به معجزه برام شبیه بود. من خودم احساس خلأ و کمبود میکردم چه از بابت هنری چه از بابت ملی. داشتن سرمایه مثل شما را که آدم بهش افتخار کنه و به غرورش اضافه شه. من فکر میکنم غرور ملی نه تنها بد نیست، برعکس مثبت بایدم هرچه بیشتر و بیشتر و بیشترش کرد. شما اون سرمایه هستین که فکر کنم واسه هر ایرانی غرور ملی میارین، از جمله برای من. منم از این بابت خوشحالم که میتونم چنین سرمایه ای رو خلاصه از نزدیک باش هم آشنا باشم، هم شاید وسیله‌ای باشم برای اینکه بتونم به بقیه ایرانیانمون چنین غرور رو عرضه کنم. از این بابت خیلی خوشحالم. شما همه کار میتونید بکنید. شما همه کار میتونید بکنید. واقعا فکر میکنم به جد ایران شایسته بود ام کلثوم داشته باشه و شما به واقع هستین. خیلی خوشبختم، خیلی خوشحالم. انشالله که سلامت و طول عمر شما همه ایرانیان رو از چنین به
اصطلاح سرمایه اونم تو نشیب و فرانسه‌هاش بهره‌مند بود. چون خودتون خوب میدونیم خصوص رزمنده های ارتش آزادی، رزمنده هایی که با این رژیم اینجوری می جنگن، در اعماق بعد عاشق باشن، در اعماق بعد عاشق زندگی، روح زنده بودن، روح زندگی باشن. و این رو میتونن از جمله از آهنگ ها و ترانه های شما بگیرن. به هر حال از این همه بزرگواری و والایی شما من سپاسگزارم، ولی آنچه که من استنباط میکنم مشوق و راهنمای همه شما هستید، چون من برای اولین بار یه مسئله رو باید اذعان کنم و اون اینه که اولین باری که در یک جایی، به هر حال خاطرم نیست، یه نشستی داشتم، ویدیویی از شما دیدم که شما در حضور حدود 250 نفر خطبه عقد و شما خودتون خوندین و این برای من غیر قابل تصور بود، به دلیل اینکه مگه ممکنه یک زن این همه شجاعت، این همه تحور داشته باشه که در حضور عده‌ای که حدود 250 نفر بودن و بعد دنیا، سراسر دنیا، و من فکر نمی کنم که در تمام دوران زندگی من که خیلی کوچیکه، در تمام دورانی که چندین هزار سال گذشته، یک زنی این تحور و این جسارت و این جرأت رو داشته باشه که یه چنین کاری بکنه. من وقتی که این برنامه رو دیدم خیلی آرزو میکردم هرچه زودتر شما رو ببینم که ببینم این وجود کیه. به هر حال خیلی بهتون تبریک میگم و کارهای بزرگی که شما دست زدید که من عاجزم از گفتنش، به هر حال چون من در کار خودم واردم. شما در کار خودتون سرآمدین اختیار، ولی به هر حال آنچه که جسته و گریخته شنیدم و در این مدت کوتاه میبینم خیلی برای من والا هستید، خیلی بهتون احترام میذارم. باز در همین یکی دو ماه اخیر که دیدم شما نسبت به هنرمندان چقدر محبت کردید و چقدر هنرمندان رو بالا بردید، حقیقتاً برای من جای بسی خوشبختی است، چون ما هممون احتیاج داریم که بهم محبت کنن، چون ما چیزی دیگه ای نمیخواییم. در تمام این دوران 50 سالی هم که من کار کردم جز محبت چیزی دیگه نخواستم. به هر حال خداوند به شما توفیق بده. خیلی شانس بزرگیه که من الان پلوی شما هستم. شاید خیلی ها آرزو داشته باشن که این شانس رو داشته باشن که در خدمت شما باشن. به هر حال امیدواریم که هر روز از روز پیش بیشتر و بیشتر به هدفتون نزدیکتر بشین، آرزوی همه ایرانیانه. باز از همین کنسرت اخیر من دیدم که مردم سراپای وجودشون مالا مال از محبت شما بود. نشستم و دونه دونه رو دیدم، چون خیلی جاها دستوریه. من زن بیهوشی هم نیستم تقریبا، البته خیلی هم باهوش نیستم، برعکس باید گفت خیلی هم باهوشیم، ولی خیلی خوب دقت میکردم دیدم که واقعا چه توجهی دارن. وقت باز برای من خیلی مسئله بود اون اینه که دخترهای خیلی جوون، حالا به هر حال اگر هم سن و سال من بودن که سرد و گرم روزگار زیاد چشیده بودن و رنگ زردی روزگار زیاد چشیده بودن و کشیده بودن، میتونستن این مطالب رو عنوان کنن، ولی از یه دختر جوون بعید بود که اینجوری با تمام وجود میگفت خانم مریم رجوی. برای من خیلی خوشحال کنند. به هر حال من مطلب دیگه ای ندارم، از خداوند سلامت و سعادت برای شما در درجه اول و بعد برای آقای مسعود رجوی که هنوز ایشون رو ندیدم،
والا من فکر میکنم که شما اولا لطف زیاد دارین به من، خدا شایستگیشو بده، ولی راستش من دلم نمیاد نگم. من فکر میکنم برای مردم ایران، برای فرهنگ ایران، برای مقاومت ایران خیلی مایه خوشبختیه پیوندشون با هنرمندان، که به نظر من و به قول خودتون هنرمندهای واقعی تو ایران جایگاه ویژه داشتن و باید داشته باشن. مطمئنم که تا به الان ارج کافی گذاشته نشده به کارشون. قربون، هنرمند زبان گویای مردمه. بله، همینطور که میگید من فکر میکنم که باید گفت بهترین زبان برای بیان راز و نیاز و آمال و آرزوی مردمه و همه ما. فلواقع من فکر میکنم که برای مقاومت ما بسی خوشبختیه. شما میدونین مقاومت ما مشکل پسنده، میگرده دنبال بهترین ها. خوشبختانه که تو این زمین هم بهترین رو پیدا کرده، برای اینکه بتونه حرفهای دلش رو از اون طریق بزنه. فکر میکنم که حضور شما به خصوص شهامت، شجاعت، سرزندگی و روحیه بسیار والایی که دقیقا بیانگر پایداری و مایداری فرهنگ ایرانی تو شما، برای من بسیار خوشحال کننده است. چون میدونیم که من از یک طرف خب مسئولیت این مقاومت هست، اونقدر که گوشه ای از اون به دوشمه از یه طرف، از طرف دیگه میدونیم که وظیفه خودم میدونم تو رابطه با آزادی و رهایی زنان و پیام واقعی برای اینکه اونها بتونن چگونه هرچه سریعتر خودشون رو آزاد کنن و به صحنه اجتماع و سیاست بیان. سرمایه های مثل شما از این بابت بسیار بسیار مددکار، کمک کننده و مسئله حل کنه. به جد فکر میکنم که برای زن ایرانی حضور شما به عنوان یک زن هنرمند که چنین سوابق رو داره سرمایه است. خیلی خوب نشون میده که زن ایرانی هم میتونه وارد صحنه هنر بشه، در عین اینکه در حفظ شخصیت، صلابت، شهامت و شجاعتش نتنها چیزی رو کم نذاره، بسیار کنه، بسیار بسیار افزون کنه. و چنین چیزی و چنین کسی همونطور که گفتم مایه خوشبختی و از طرف دیگه راه نماز. من به شما گفتم فکر میکنم که با حضور شما من میتونم به زن ایرانی بگم بفرمایید این صحنه هنر، بفرمایید راه بازه. شما که تا به الان فکر میکنم که برای مردم هیچی کم نذاشتیم، ولی اون چی که تو این دوران مردم به شدت بهش نیاز داشتن، تو این سیاه ترین دوران حمایت و همبستگی و همونطور که میگین بیان دل اونها از صدای زیبای شما بود که اون رو هم در اختیارشون گذاشتیم و فلواقع فکر کنم تو این رابطه به اوج رسوندیم. بنابراین من یک بار دیگه وظیفه خودم میدونم که خوشحالی و تشکره اولا همه هموطنانمون رو تا اونجا که میشناسم، چون پیشا پیش میتونم حدس بزنم که قریب شادی در میان اونها بعد از دیدار شما، به خصوص بعد از 15 سال چون در کنار شما هم قربون نخه چون در کنار شما هستم، این شانس منه. من صدای شما رو بعد از 15 سال شاید 20 سال، چون از آخرین نوار داشتم، برام مایه بسیار خوشحالی بود که دیدم صدا همون صداست. خودم فکر میکنم بالاترین خدمت من به هنرمندان فقط همینه که میتونم شما رو معرفی کنم بهشون. به هر حال قربون، جدا فکر کنم هنرمندهای ایران دیگه، من مطمئنم از دل اونا خبر دارم خانم مرزی. همه اونا هر جا که میشینن از شما میگن، میگن که ما سرمایه مثل مرزیه داریم و چه حیف که خمینی در حصار گرفته بشه. من امروز خوشحالم که به همه اونا بگم که بالاترین سرمایهشون که من از دلاشون خبر دارم که چگونه واله و شیدای شما و صداتون و هنرتون ورزش هنریتون هستن. امروز که در اختیار شمایی، خواهش میکنم، الان اونها همه شما رو دارن و فکر میکنم به جد روز جشن هنرمندانه. ما شما رو داریم که دست شماست و متقابلا
فکر میکنم که برای همه هموطنانم. من دارم به اون لحظاتی فکر میکنم که مردم ایران مجدداً صدای شما رو که میشنیدن روزها از کلیه رادیوها و تلویزیونهایی که از خارج کشور پخش میشده براشون، ولی خودم رو جای اونها میذارم که مجدداً صدای مرزی هنرمند محبوبشون رو با ترانه های جدید که بیانگر روح جدید و دنیای جدید برای اونها هم هست میشنوند. فکر کنین که چگونه همه جون میگیرن، چجوری امیدها زنده میشه. من شک ندارم که با آهنگهای شما امید جدیدی در دل اونا زنده میشه. امیدوارم. و به نظر من ما برای جدال و جنگمون با این رژیم ملاها هیچی ضروری تر از روحیه، نشاط، سرزندگی و سرور نیست. ماشاءالله شما ها برخوردارید با لازم این چیزه. برای اون چی که من دیدم و اون چی که استنباط میکنم، الحمدلله دونه دونه همه چی عالی سر جای خودش قربون. ولی میدونین با شما اوج دیگری میگیره. اختیار دارین. این شعر باز به خاطرم آمد که بی مناسبت نیست بخونم. از این فرمایشات شما که اینقدر منو شرمنده کردید، باید این به عرضتون برسونم که گفت بعد از وفات تربت ما بر زمین مجوی. بعد از وفات تربت ما بر زمین مجوی، در سینه های مردم دانا مزار ماست. به پیشنهاد مسئول شورا و با تأیید و موافقت همه اعضای شورای ملی مقاومت ایران، عضویت افتخاری شورا به ایشان تقدیم می شود. ما فقط می دونیم که مرزی بخوان برای مادران پیرمون که چشم انتظار دیدار بچه هاشون هستن. بخوان برای اطفال یتیم، برای زنان دردمند، برای خلق تحت ستم، برای مقاومت، برای آزادی، برای ارتش آزادی. گفتم که عمد داشتیم که نخستین ظهور ایشون در همین تالار باشه که برای مقاومت و مردم ایران بسیار پرمعناست، اون هم بعد از 15 سال. خوشحالم که این سابقه و سرمایه و گنجینه 50 ساله دوباره از این طریق به مردم ایران بازگشت. به همین دلیل به ذهنم زد که برای تجلیل از بانوی بزرگ هنر ایران به عنوان پیشکسوت همه هنرمندان، همه عزیزانی که به ندای همبستگی ملی رئیس جمهور برگزیده مقاومت جواب دادن و حقا زحمت کشیدند، کاری که ما میتونیم بکنیم این است که ازشون تقاضا بکنیم عضویت افتخاری شورای ملی مقاومت ایران رو بپذیرند. در همین رابطه موضوع رو با همه اعضای شورا، همه سازمان ها و شخصیت های عضو شورا در میان گذاشتیم و از دبیرخانه مرکزی شورا به من خبر دادند که تا
تک تک اونها با استقبال و با تبریک و تهنیت از این پیشنهاد به جد استقبال و حمایت کردند و موافقت خودشون رو اعلام کردند. عضویت افتخاری خانم مرضیه در شورای ملی مقاومت با تجلیل از همه هنرمندان آزاده و مقاوم میهنمان که در برابر رژیم‌های دیکتاتوری شاه و شیخ تسلیم نشدند، با توجه اکید به رنج‌ها و محرومیت‌ها و انواع فشارهای وارده بر این هنرمندان در سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران، یعنی دوران حاکمیت رژیم ضد انسانی خمینی، و با بزرگداشت حمایت این عزیزان از مقاومت عادلانه مردم ایران و پاسخ شایسته آنان به ندای همبستگی ملی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، نظر به شخصیت والای انسانی و 50 سال سابقه درخشان هنری بانوی بزرگ عرصه هنر ایران خانم مرضیه، به پیشنهاد مسئول شورا و با تایید و موافقت همه اعضای شورای ملی مقاومت ایران، عضویت افتخاری شورا به ایشان تقدیم می شود. از این طریق مقاومت خونبار و آزادی ستان با صف بی انتهای شهیدانش و با همه فعالان و رزماورانش تقدیر و احترام خود را نسبت به بانوی پیشکسوت هنر ملی و دیگر ستارگانی که گنجینه سرشار زیبایی ها و ارزش های هنر میهن ما را تشکیل می دهند ابراز می دارد. شورای ملی مقاومت به 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 مبارک است. اگر من به این مکان آمدم که صدای فریاد زنهای بیگناه و بینوا و بیپناه رو به گوش شما و جهانیان برسونم، من که در اونجا نمیتونستم کاری بکنم، آمدم اینجا که با شماها هم صدا بشم، که اگر کوچکترین کاری از من ساخته است انجام بدم. در راجب آخونده گفتید اونا بادیست که در غربال میبیزن، محلی از اعراب ندارن دیگه، تموم شده است قربون. چه اصلا ما راجب اونا صحبت کنیم؟ باید خدمتتون بگم که من مطلبی که برام خیلی خیلی مهمه اون اینه که بسیار خوشحال و خوشوقتم از اینکه وارد به جمع شما شدم
خیلی خوشحالم که منو پذیرفتید. خیلی خوشحالم که خانم مریم رجوی منو پذیرفتن. و امیدوارم شایستگی این همه محبت همه شماها رو داشته باشم. بعدم این بیتی که میخوام عنوان کنم در همون مصاحبهی که خدمت خانم مریم رجوی بودم گفتم که بعد از وفات تربت ما بر زمین مجوی، در سینه های مردم دانا مزار ماست. و امیدوارم شایستگی اینو داشته باشم که برای شماها یک خدمتگزار باشم. من نمیدونم با این افتادگی و فروتنی بی حد و مرز خانم مرضیه چه باید گفت، چنان که مریم گفته است و فکر کنم تایید دل همه بچه های این باعث مباهات و افتخار همه این است. صدام که به گوش شماها میرسه. واقعا همتون شنیدین؟ بله. هر کاری من دلم بخواد باید بکنم. خب حالا به هر حال اجازه دین پرچم من دست بگیرم. بله. من میخوام جلوی همتون را بیفتم. اینو راست بهتون میگم. مثل که به آقایون موزیسیان هم گفتم. به هر حال ما جلو میریم، شما هم به دنبال ما. ولی پرچمدارتون منم. البته پرچمدار اصلی خانم مریم رجوی. خوشحالم که خودم رو در جمع شما میبینم و در یک جمعی به این عظمت. چیزی که در تمام دوران عمرم فکر نمیکردم که یک همچین موقعیتی پیدا کنم که در یک همچین جایگاه عظیمی در خدمت شماها باشم. دادن جانی
خیلی خیلی بهتون تبریک میگم. تنها چیزی که شما رو موفق میداره در کارتون این پاکیزگی فوق‌العاده بی حد و حصریه که در وجود یکی که این دختران جوان و این پسران جوان که من میبینم اینجا هستن وجود داره. من باید به خانم مریم رجوی تبریک بگم، برای اینکه من شنیده بودم اینطورم که تمام این خانم ها برای من تعریف کردن که تمام این کارها در اثر سعی و کوشش خانم مریم رجوی است. می‌گذرم پنها از میان گل ها، گه به گلستان ها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر را گیرد و با من گوید محرم راز تو کو. خار رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو. غمم بفزود آنگه در همه جا راز درد من و قصه عشق تو بود، قصه عشق تو بود. میان گل ها، گه به گلستان ها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر راهم گیرد و گوید و من محرم راز همتون بدونین که من عاشقانه اومدم، پیوستم به شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش و مجاهدین. خیلی تشکر میکنم که به هر حال زحمت کشیدید تا اینجا اومدید، نشستید صدای من گوش کردید. خواستم بهتون بگم دیدید مجاهدین دروغگو نیستن، هیچ اتفاقی نیفتاد. به هر حال من 50 سال برای شماها خوندم، الانم برای 60-70 میلیون جمعیت مملکتم زن و مرد خواهم خوند. البته اول برای زنا. در ضمن دیدید کنسرت ما سیاسی نبود، البته من خودم سیاسیم. کنسرتی بود که اومدیم براتون آواز خوندیم. چرا انقدر زهره تلک شدین شما؟ ایرونی که ترسو نیست، چون ترسو مرد و من نمی ترسم. به هر حال میدونم که خیلی منو دوست دارید، اما هیچ تصور نمی کردید که من در سن 71 سالگی براتون اینجوری بخونم.
اگر به شما بخوام راستشو بگم 15 ماهی که مجاهدین من تو پر قو گذاشته. چرا یواش دست دادین؟ ولی بهتون بگم شما خیلی خوب میدونید که من زندگیمو کردم، محبوبیتم داشتم و تا زمانی که زنده باشم، مرسی، تا زمانی که زندم محبوبیتمو دارم، ولی بر خودم واجب و لازم دونستم که بیام خدمتگزار مجاهدین بشم. شما میدونید که از موزیسین های عزیزم بپرسید که من علل اصول تو کارم بسیار زن بد اخلاقی بودم. خوب میکنید که الان برام چون اسم بد اخلاقی اومد خوب میکنید که برام دست نمیزنید. بله، ولی من از روزی که آمدم پیوستم به مجاهدین و مقاومت، سعی کردم که مثل اونا خوش اخلاق و خوب باشم. نترسین از مجاهدین. قدر مسلم این که مجاهدین ترس و وحشتی، اجازه بدید من عرض داشتم آقا، ترس و وحشتی ندارن. از مجاهدین کسی نباید بترسه. مجاهدین رو باید حمایت کرد، چون مجاهدین خیلی غریب افتادن. البته خیلی هم ماشاءالله زبر و زرنگ و باهوش، در 24 ساعت 3 ساعت بیدارن، اونم چرت میزنن 21 ساعت کار میکنن، 15 ماه شب و روز ناظرن بر این اعمال مجاهدین. خوشبختانه بندرم دارن لنگه خودشون میکنن و کردن لنگه خودشون. هرچی بهشون میگم بابا من 71 سالمه نمیتونم روی کفش پاشنه بلنده اینجوری واسم، به من میگن تمرین کن یاد میگیری. بعد به قول خود خانم مریم رجوی که میگه براو براو، که خانم مریم رجوی میگن که میتوان و باید. من با اینکه همیشه فکر میکردم که تو زندگی خوندنم موفقم شکر خدا، ولی هیچ تصور نمیکردم که در این سن بیام ماشالله، هزار ماشالله، همه تون ماشالله بگین. اینقدر به هر حال 2 ساعت سرپا ایستادم، از بعد از ظهر تا الان دارم تمرین میکنم، 10-15 روز دارم تمرین میکنم. به هر حال مایه هایی که خوندم خوشبختانه همون صداهاییست که در 45-50 سال پیش میخوندم. به هر حال من خواستم یک شمعی بگم، زیرا مجاهدین ترس ندارن به دلیل اینکه همشون مغزهای متفکر، انسان شریف پاکیزه. اگر در تمام کره ارض بگردید نظیر مجاهدین پیدا نمی کنید. من خیلی آدم وسواسی هستم، همه چیزم زیر ذره بین گذاشتم. براو، به هر حال اگر روزگار و آینده خوبی رو ما هممون که آرزو داریم میخواییم داشته باشیم، باید دست در دست مجاهدین، اما دست دوستی ها، نبرید از پشت بزنید ها، توجه میکنید؟ برای اینکه به هر حال من موی سرمو توی آسیا سفید نکردم، من رنگ زردی روزگار زیاد چشیدم و کشیدم. اینی که دارم بهتون میگم راست میگم، مجاهدین آدمای فوق العاده خوبی هستن. میگن من برای مجاهدین تبلیغ میکنم،
مگه من تبلیغات چیم قربون؟ آخه من که آه ندارم که با ناله سودا کنم. اولا توجه میکنید و چیزی هم از دنیا نمیخوام. اینکه یک عمر زندگی خوب کردم و خوشبختانه از این به بعدم مجاهدین منو دارن اداره میکنن. چقدرم قشنگ اداره میکنن. حالا به هر حال اگر شما دلتون میخواد که زودتر بریم که آستانه در ایرونو و خاک ایرونو توتیای چشممون کنیم، بجنبید و درنگ نکنید. دست در دست مجاهدین و اگر روزگاری خدای نخواسته اون چه که اینا گفتن خلافشو من ببینم، وای به روزگار اینا که خودم یک تنه حریف همشون هستم. اما ما نمیبینیم، چون من حقیقتاً 15 ماه جز حقیقت، صفا، درستی، پاکیزگی. آقا شما کجای دنیا میتونید پیدا کنید که هزاران نفر پشت مرز ایران دختر جوون مثل دسته گل، پسرای جوون تحصیل کرده تا 9 شب زیر تانک ها مشغول ردخ و فتق و مشغول این بند و بساطه باشن؟ من خودم زنم، عاشقی هم کردم تو زندگی. من دارم بهتون میگم و راست میگم، مثل دسته گل زندگی میکنن. ما یک ورقی رو باید بزنیم، یه تاریخ نوعی رو، البته تاریخ گذشته رو نباید فراموش کنیم، مثل خمینی چی ها که قلم قرمز کشیدن روش. توجه میکنید؟ به هر حال من به خاطر اینکه جمعیتی که من میبینم، میبینم سن من از همه بیشتره و اون چه که من میگم بپذیرید، به دلیل اینکه من با این موی سفیدم به شما دروغ نمیگم. اینم تو آسیا سفید نکردم. دستتون رو به دست ما و صداتون رو به کمک صدای ما بفرستید تا دست ما برای نجات ایران و صدامون برای رساتر شدن فریاد در گلو مونده ملت ایران هرچه بیشتر و بیشتر و قویتر بشه. پس همونطوری که خوندم، ای قهرمانان برپا به پیش، به شما میگم قهرمانان، ای قهرمانان برپا به پیش، تا فتح تهران برپا به پیش. از ایران خارج شدم، به همین دلیل دخترم را در ایران دستگیر کردند تا بدین وسیله مرا به بازگشت به ایران وادارند. اما خوشبختانه به دنبال فعالیت‌های عفو بین‌الملل او را آزاد کردند، ولی از آن زمان او تحت نظر است و امکان خروج از کشور را هم ندارد. من آمده‌ام که تا به شما بگویم در ایران طی سال گذشته هیچ چیز تغییر نکرده.
اکنون 7 سال است که به این مقاومت پیوستم و به راستی که برای من این انتخاب سختی بود. اعتماد کردن برای کسی که از سوی دو نظام همواره مورد خیانت و یا سرکوب واقع شده است یکی از دشوارترین کارهاست. اما ندای وجدان به من حکم میکرد که تمامی هستی، آبرو و سوابقم را وقف آزادی میهنم، آزادی دختران خردسالی که در میهن من خرید و فروش میشوند و زنان زندانی که مورد بدترین حتاکی ها و تعرض ها قرار میگیرند بنمایم. عاشق سردار بزرگ مسعود و ایزن بنده هم آقای مسعود رجوی فرمانده بزرگ انقلاب می رود که با کمک فرزندان قهرمان مردم ایران در ارتش شرف و آزادی بساط حکومت تروریستی و پلید این جانیان دین فروش ایران برباد ده را از ریش و ریشه بسوزانند و خاکسترش را برباد زمان بدهند. ما باید سر آخوندار رو مثل سر مار له کنیم، بلکه اگه از وسط بذاریم با زندن. مجاهدین در هر حالی که باشن کارهایی که باید انجام بدن انجام میدن. هیچ وقت در تمام دوران 10 سالی که با این خانواده دارم زندگی میکنم هیچ وقت ندیدم که از هیچ چیزی هراس داشته باشن. هیچ وقت. اینو شما مطمئن باشید. برای اینکه من 10 سالی دارم باهاشون زندگی میکنم، 10 سالم تموم شده، رفته تو 11 سال. در سخت‌ترین شرایط و در مشکل ترین روزگار خودشونو نباختن و این برای من اسباب حیرت بود. و شما میدونین که من با اینکه به هر حال یک زن زندگی کرده ای بودم، من 10 سال از مجاهدین آموزش گرفتم که مثل اونا بشم. البته اینی بهتون بگم که نه من بلکه تمام افرادی که در دنیا زندگی میکنن غیر مجاهدین یک فاصله نوری با اونها دارن و من اینو رو اعتقادم میگم. مگه من میخوام چقدر عمر کنم که بیام حرف بی ربط روی صفحه تلویزیون بذارم؟ بخش ملی ایران سلام به شماها. Yes, sir.
تو باورم من. ترسن تو باید برم من همونجوری بدم. اما دایی را به دلشون دل نگرانی. خانم بچه های اشرف براتون خیلی سلام رسوندم. خوش مخالی سود که همچون در نده های بود. خوش به حاله. خوش به حالمون که خانمی مثل مرضیه رو داریم. مرضیه سایتون بالای سر همه مون خانوم شخه. بعد این تو پوشه. من گفتم سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گفتم گوهری گوهری کسی دفعه کون رو بخون میرون طلب از گم شده گم شده رامه لب دریا رامه. خودون صورت زیبایشا بسم الله الرحمن الرحیم و این یکا بله زینت چکنی انشاءالله که خدا پایین را تو کن یعنی خالی باید چچون پرچون خوابا بینده برید میخوام با شکلیت آب کن برای خلق مجاهد. درود بر شما، درود بر شما، درود. زندگی کردن مثل خانم مرضیه کمه تو دنیا خانم. زندگی مرضیه یکی از زندگی های نمونه است. قربون شما من برم بخورون بولم چه صفای ظاهر و وفای وفای باچه نست کرد خانمه آره خانمه بیرم من چکتا بیرم چکتا بیرم چکتا از رسول بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله می‌درخشی مثل نور برگونه سوا بسم الله 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 من تو شاد این چندی نیتی من آن نده بودم همده همه جامعه همه را اعتقاد به پرورد بود شاهی من هرچه مجموع زیاده همه چون دعا کرده من این کارم میدم همه رو تو صدق و صفا برای سردار بوده مسئول رجب بود من خیلی برای خود خودتون باشم خواهش کنم. شو کار ور نگذد
To show.